رسوایی شنود مکالمات تلفنی در پارلمان بریتانیا بررسی می شود. پارلمان از روپرت مورداک مالک شرکت نیوز کوپریشن، جیمز، پسر آقای مورداک و روبکا بروکس از مدیران ارشد شرکت تابع نیوز کوپریشن خواسته است تا در پارلمان بریتانیا حاضر شوند. همزمان چهار افسر پلیس روز سهشنبه به سوالات نمایندگان پارلمان بریتانیا پاسخ دادند. در این میان پلیس متهم به کمکاری است اما افسران پلیس خود را قربانی شنود میدانند و دلیل عدم ادامه تحقیقات اولیه در سال 2005 را محدود بودن دامنه تحقیقات و بهرهمندی شرکت نیوز کوپریشن از بهترین امکانات قضایی و مشاوره های حقوقی قید می کنند. مسبب همه این جنجال ها هفته نامه نیوز آف دو ورد است. اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آخرین اظهارات خود در این خصوص گفت دولت در جریان تحقیقات مناسب پلیس قرار دارد پلیس مجرمان را شناسایی و از مجازات آنان اطمینان حاصل خواهد کرد دولت نیز با تحقیق مستقل خود به بررسی موضوع خواهد پرداخت تا معلوم شود که در این روزنامه ها چه خبر بوده است شرکت آقای مرداک 39 درصد سهم بی اسکایبی را در اختیار دارد و برای خرید 61 درصد سهم باقی آن 14 میلیارد دلار پیشنهاد داده است اما نمایندگان پارلمان بریتانیا در صددن تا فردا رای به عدم انجام این معامله بدهند دولت بریتانیا تصمیم گیری درباره این معامله را به کمیسیون رقابت ارجا داده است